برشون هورا بکشه. اگر خط قرمز ما ایرانه، آرمان سیاسی و اندیشه سیاسی داریم بر اساس اون بیریم جلو، طبیعتا ما از شاهزاده پشتیبانی میکنیم به عنوان کسی که میخوایم شاه بشه در ایران، ولی افسارمون رو دست کسی نمیدیم چون شاهزاده اشتباه کرده و مطمئن باشید بازم اشتباه سیاسی میکنه. من میتونم بر شما 5 تاشو فهرست کنم ولی صحبتش اینجا نیست. مطلب دیگر در مورد اشاره که آقای مشتبه کرد کاملا درست میگی. وقتی کسی از حکومت میبره، حالا اصلاح طلب بوده، اصولگرا بوده، هر چی بوده، حتما باید جذب بشه. گرفتاری در اینه. دکتر طلی‌زاده دیروز به درستی اینو گفت، فکر کنم یکی دیگر دوستان آقای فشندی هم گفت تو صحبت کناریش، شما نمیتونی الان فرض کنی یه سردار پاسداری اونجا هست، ایشون میگه آقا منم با شما دیگه، من دیگه با حکومت نیستم، حتما ما ایشون رو میپذیریم و بهش خوش آمد میگیم، ولی سر صف نمیذاریمش. برای اینکه ایشون 44 سال فرصت داشته، فرق میکنه با کسی که سازمان جوانان حزب رستاخیز بوده و تظاهرات هواداری از قانون اساسی پادشاهی مشروطه رو در تهران هماهنگ میکرده، فرق میکنه با کسی که از 10 سالگی که انقلاب شده کوشیده با همکلاسی احمد سر کله بزنه که خمینی خوب نیست، شاه خوبه، تو آدم بچگی خودش. اگر کسی 44 سال طول کشیده بفهمه، یا اینکه بخواد که تو بازی قدرت دیگه براش امکاناتی نیست، حالا اومده اینور واسطه، بازم خوش اومد، ولی نمیشه بعد رهبری، نمیشه بعد مدیریت بهش سپرد. و مطلبی هم که خانم فرنوش اشاره کردن پرسش خوبی است. سنت شده اسلام، بله در خیلی جاها شده، اما چقدر الان ازدواج ایرانی باب شده؟ من دستی که من اصلا دو تا عروسی که میبینم یکیش با روش ایرانی است، اصلا اون جریان نکاح اسلامی تعطیل شده. چقدر در خود ایران مراسم خاکسپاری و سوگواری بدون قرآن و بدون سر و سینه زدن با یه مقدار موزیکی سنتی است و یه مقدار شعر و شاعری و یه پذیرایی خیلی محترمانه. مردم آردین رو آغاز کردن. ببینید میشه از سنت کنده بشه. اگر شما یه ماه فقط، یه هفته پیش از اینکه رضا شاه دستور کشف حجاب بده، این گفته توی مملکت برای یه هفته دیگه همه بی حجاب بیان تو خیابون و دولت پشت بشه و چکمه رضا شاه پشت بشه، همه میخنده کنه، شما دیوانه میشه. یعنی مرد ایرانی سر خودش میبره که زنش بدون حجاب تو خیابون نیاد. کلمند شد. وقتی زور دولتی باشه جلو خیلی کارا میگه، جلو قمه زدن رو گرفتن، جلو زنجیر زدن رو گرفتن، جلو چند ازدواجی در دوران پهلوی گرفتن. خیلی عذر میخوام مثال میزنم، قانون بود زمان محمد رضا شاه، توف کردن داخل خیابون با معمول کمتری شما رو بگیره، با پیژامه و زیر پوش دمپایی خیلی مثل که رسم بوده موقع، میادن میرفتن سر خیابون بقالی چیز میخریدن، به معمول کمتری بودن پس گردنی بزن یا این کمتری. آقا روش متمدنان زندگی بعضی وقتا باید با چماق و افراد گفت، سنت نشده، این بی ارزشی است، این ضد ارزشه. برای این راه داره میشود این سنت ها رو به مرور تخلیه کرد و بیرون آورد و یک شکل متمدنانه بپذیرد. من یک پرانتز باز کنم، اگر چیزی رو ما با زور اعمال کنیم 44 سال تاوانش رو میگه، با آگاهی اگر روسری رو برداریم و بذاریم تداومش به جامعه بیشتر خواهد. من الان فرد شما می پرسوس سادر شما میکنم، رضا شاه کشف حجاب کرد در ایران به زور و در افغانستان، پادشاه افغانستان کار نکرد. خب 44 سال جمهوری اسلامی تو مدارس با کمک با اخراج زن ایرانی میخواد با حجاب بکنه. الان تعداد بی حجاب از آخر زمان محمد رضا شاه بیشتر، تعداد کسی که اعتقاد به حجاب ندارن. خب افغانستان راه رو نرم نه میخوام چیز دیگه بگم، شما یه موقع از اون قول از تو چراغ جادو میاد بیرون دیگه نمیتونی برش کرد. زن ایرانی توقع شد اینجا، حتی موجودی که خیلیشون تو انقلاب اسلامی هم اومدن خریت کردن ولی فهمیدن چه خبره، ولی زن افغانستان اینجا بود. هیچ وقت شما زن افغانستان نه از نظر اعتماد به نفس، نه از نظر حضور در اجتماع مثل زن ایرانی نهیدی. اون دوره کوتاه کشف حجاب اجباری رو نگذروندن، تابو که شکسته بشه دیگه شما نمیتونید اون جنی اون قول برگرده بینید چرا.